مطابق شکل زیر توپی را از پایین سطح شیبدار به بالای آن پرتاب می‌کنی و توپ تا نقطه B روی سطح شیبدار بالا می‌رود. با صرف نظر از اصطکاک و مقاومت هوا در طول حرکت از نقطه الف تا نقطه B انرژی جای خالی به انرژی جای خالی تبدیل می‌شود و در نقطه جای خالی انرژی ذخیره توپ کمترین مقدار را دارد. خیلی سوال قشنگیه. ببین، میای توپ تو هل میدی به سمت بالا. چه اتفاقی داره میفته زمانی که از الف به سمت B میری؟ زمانی که داری توپت شروع به حرکت میکنه، بیشترین انرژی جنبشی رو داره، یعنی توی نقطه A ما بیشترین انرژی جنبشی رو داریم و توی نقطه B بیشترین انرژی ذخیره شده رو داریم. پس چه اتفاقی میفته زمانی که توپت میره بالا؟ انرژی حرکتی یا انرژی جنبشیش داره به انرژی ذخیره شده تبدیل میشه. گزینه ها رو نگاه کن. گزینه 1 گفته حرکتی به ذخیره، گزینه 2 هم گفته حرکتی به ذخیره، ولی گزینه 3 و 4 برعکس گفته ذخیره به حرکتی. پس این دوتا گزینه رو همین اول قصه بذار کنار، برو سراغ دوتای بعدی. تو قسمت بعدی چی گفته؟ گفته تو نقطه جای خالی انرژی ذخیره شده کمترین مقداره. کجا انرژی ذخیره کمترین مقداره؟ آقا انرژی ذخیره به ارتفاع ربط داره، این تو ذهنت باشه. اونجایی که کمترین ارتفاع رو داره انرژی جنبشی بیشتر و انرژی ذخیره کمتری رو داره. قسمت الف ارتفاعش کمتره یا ب؟ خب تابلوه دیگه، قسمت الف. پس توی قسمت الف انرژی ذخیره توپ کمترین مقدار ممکنشه. قسمت الف توی گزینه 1 اومده، جواب تست میشه همین گزینه.